بسته نباشیم. ممنون. یاشار خالد قلی میشناسی؟ ببین آقا، اگه واسه اسبتون دنبال چابک میگردین، بهتره اینکه خودتون چابک سواری کنین، چون اینجوری به صرفه تره براتون تا اینکه بخوای بدی یاشار خالد قلی براتون بتازونه. چرا؟ چون الان نگهداشتن اسب خرج از بچه نگهداشتن هم بیشتره، تازه اونم اسبی که میخواد بیاد میدون. شما این همه خرج واسه چی میکنی؟ واسه اینکه رتبه بیاره دیگه براتون. یاشار خالد قلی براتون مقام نمیاره، نمیاره که نمیذارن مقام بیاره. راستی نجات اسبتون چیه؟ تا حالا کورس رفته؟ اسب ندارم. اومدین اینجا میگین که یاشار خالد قلی چابک سوار میشناسین؟ بعد الان میگه اسب نداریم؟ بعد این سواله واسه چیه؟ نکنه امر خیری چیزیه؟ شاید. گفتی که نمیذارن مقام بیاره، یعنی چی؟ دولت خانو میشناسیم؟ آره میشناسم. دولت خان نمیذاره. اون وقت چجوری؟ آخه دولت خان به یاشار گفته بود باید بیای اسب خودمو بتازونی، چابک خودم بشی. یاشارم قبول نکرد، واسه همین دولت خانم نومدی نکرد، به تموم مالکای اسب گفته حق ندارم بهش اسب بدن. مالکام دیگه نتونستن رو حرف دولت خان حرف بزنن. الان کجاست؟ حیف شد، تکنیکش خیلی خوب بود. نمیدونم از باباش خبر دارین یا نه، اونم میگن که چابک سوار خیلی خوبی بوده.
بهتری؟ پرسجو کردی؟ اونا مثل بقیه سرش تو لاک خودش بوده و صبح میرفته سر کار و شب برمیگشته. کاری به کاری کسی نداره. از دوست و رفقاش چطور؟ رفیق باز نیست، در کل پسر خوبیه. با اینکه پدر مادر نداشته درست تربیت شده، سالم بار اومده. آتا دادم جیران تا که باید اونجا بمونه؟ بچه هم خیلی سراغشون میگیره. امشب هم میخوام ببرمش بیرون پارک، یه خورده حال و هواش عوض شه. حتما ببرش، حتما. باشه، پس شما رو که رسوندم میرم. نه نیازی نیست، این جاده پر از ماشینه، من خودم میرم، تو بچه رو ببر.
باشه. پس اگه کاری چیزی داشتید به حاتم بگید که به من زنگ بزنه. با اجازه. شیرزاد جان آیده بر سهرانم با خودت ببر. چشم. با اجازه. ببین چی پختم. انگشتاتم باش میخوری. بذار یه لقمه سد بگیرم. پرچربم هست. بیا بخور. نمیخور. نمیخوری؟ دست در نمی. خوبه یاشا یه چیز میپرسم راستشو به این بگو. اون پولی که از با تو گرفتی واسه چی میخواستیش؟ توی این مدت که سوها کار نداشت مثلا اینکی؟ هرکی زنگ بزنن بیان اینجا کس نایمد. هر وقت تو جواب ندادی منم جواب تو رو میدم. حالا پاشو بیا پایین دیگه. کوفتمون نکن. بیا بخوریم. یه لقمه بده از اون. بخور. تو همیشه اینجایی. میشنوی چی میگم؟ خونه نداری؟ منو چرا آوردن اینجا؟ هیچی بهت نگفتن؟ نگفتن که این میان دنبالم؟ میتونی حرف بزنی؟ میشنوی؟ Thank you.
خوبی؟ آره. چی میخونی؟ درس. میخوای من باش صحبت کنم؟ نه جدی میگم، اگه بخوای باش حرف میزنم. تو بابا رو نمیشناسی؟ خب شاید اگه من باش حرف بزنم راضی بشه. به زنمو گفتم، به صفترم گفتم، اگه قرار بود نظرش عوض بشه میشد. به صفتر چی گفتی؟ گفتم با بابا صحبت کنه، راضیش کنه، شاید بذاره برم دانشگاه. چرا به من نگفتی؟ کلن حرف مرد یکیه. آخه چه فرقی میکنه؟ چه شما باشی، چه صفتر. این چیه باز؟ اینو باید بخوریش. نصفش باید تو بخوری، نصفش هم من. اینم هست، باید هر کدومون یه بار از روش بنویسیم بذاریم زیر تخت. بذاریم زیر تخت؟ بله. اینم هست، این دستورش اینه که این ورد را زن نازا نوشته در آب حل کرده و بعد زن و شوهر قبل از خواب از آن بنوشند تا بچه دار شوند. بله. زن داداش جنابالی چون فکر میکنه من نازام، هی میشینه این ورور تعریف میکنه. بعد در همسایه هم دلشون میسوزه، هر تلسم و جادوی دستشون میاد میدن بیاره که ما بچه دار شیم. برای همینه که من میگم بریم شهر. من اینجا نمیتونم زندگی کنم. منو ببر از اینجا. یاشار جان، هنوز تکلیف نشده بودم که خاله بزرگم دستمو گرفت و منو برد خونه خالد قولیا برای کار کردن. اون موقع ایلمان تو پسر بیشتر نداشت، پدر تیزدان و دولت. پسر سومش چند سال بعد به دنیا اومد، اسمشو گذاشتم مردان. شبی که پدرت از عروسی فرار کرد و منو با خودش برد، نمیدونستم کجا داریم میریم و نمیدونستم چه کار داریم میکنیم. یه روز بابات بهم گفت گلین، اگه دستشون به من برسه خیلی کار کنن، دختر آتل گلدی رو به زور به من میدن و که اسم من روشه که بیشوهر نمونه، ولی تو رو زنده نمیذارن. اگه بلای سرت نیارن با حرفاشون جون تو میگیرن. بعد یه خورده پول گذاشت جلوی منو گفت این خرجی، این جاده، میخوای بری برو، میخوای بمونی هم مختاری. بسم الله الرحمن الرحیم. آسین کلتایات رو قرآنه و کتاب مبین دم یدشوهای هو
یاشار یاشار پاشو بیرون کارت دارم. کی با من کار داره؟ چه میدونم، خودت پاشو برو ببین کی. بهش آجا چی شده؟ چی شده؟ واسه فایماز اتفاقی افتاده؟ هرچی ازش میپرسم حرف نمیزنه. سهرا یه دقیقه برو بیرون، بلند شو برو بیرون. خب اگه اتفاقی افتاده به منم بگین. یه دقیقه برو بیرون، بلند شو. آخه این چه کاری ها؟ من گفتم از خواب بیدارش کن، آمادهش کن، نشستی داری گریه میکنی، از آخونه رو انداختی. ای بابا، گفتی بهش یا نه؟ ما جان وقت نداریم، صداش میکنم بهش بگو باشه؟ سفارش نکن اما جمع کن دیگه، اشکاتو پاک کن. سهرا، سهرا بیا تو، جمع کن دیگه. چی شده ماجان؟ ماما مهمون داریم الان؟ نصف شب؟ آتا گفت این وقت شب بیان که همسایه ها خواب باشن، اونا رو کسی نبینه. کی قراره بیاد؟ کی قراره بیاد این وقت شب؟ ما هم نمیدونیم، فقط آتا میدونه. گفتش که تو رو از خواب بیدار کنیم، تو هم تو جمع باشی. الانم برو سر صورت تو بشور، لباس تو عوض کن، تو اتاقت منتظر باش تا صداد کنیم. برو ماجا چه گریه میکنه؟ ماجا
نبادیم چیکار؟ نمیدونستم چطوری بهت بگم، آوردمت اینجا که خودت از زبون خودشون بشنوی. اونا خیال میکنن تو همه چی رو میدونی. هر چیزی که شنیدی، هر چیزی که گفتن، فقط سر تو بنداز پایین، هیچی نگو. بعدا خودم برات مفصل میگم. خواهش میکنم یاشار. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمد. خیلی ممنون. بفهم. سلام. سلام. بفرمایید توی آلاچیق. بفرمایید. همه ما داغ دیده ایم. این زن شوهرش، این دختر پدرش و این جوان هم پدرش و من هم پسرم. هیچ کس که ندونه من آتایل دیگلش خوب میدونم. از خون پسر، شوهر، پدر گذشتن کار بسیار سختیه. توی این دنیا چه کسی
ساز رقصشو زده که ما دومیش باشیم. قسمت زده، ما هم رقصیدیم. همون قسمتی که نذاشت یزدان داماد قلیش بشه. ولی حالا به نظر قسمت طور دیگری میخواد به چرخه که دختر میر جلال عروس یزدان بشه. مهر و طلا و لباس و هر چیزی که نیاز دارن همش با خودم. شما فقط یک کاری بکنین، حرفی، سخنی، کلامی پیش احدی راجع به این وصلت به زبان نیارید. جمعه همین هفته اگه خدا بخواد خطبه عقدتون که جاری بشه و عروس کجاوش توی محل راه بیفته، خبر به گوش کسانی که باید برسه میرسه. شما فقط سرنگهدار باشید، حرف و حدیث درست نکنید، چون خیلی کسانی هستن که رزق و روزیشون توی به هم زدن صلح بین این دو طایفه است. جوون نوه من، دختر میر جلال من، دختر کاملیه. همه چیز تمامه، پنجه آفتابه، ولی آفتاب ندیده. از هر بند انگشتش یه هنر میباره. تو هم همت کردی، مردانگی کردی، پا پیش گذاشتی تا صلح و سازش بشه. وقتی داماد من شدی نشون بده که پسر پدرت هستی، خودش نیستی، یزدان نیستی، مردی. پدرت کار بسیار بدی کرد که روز عروسی دخترمون رها کرد و رفت، اما تو نشون بده که لیاقت نوه من رو داری تا همه دنیا رو به پات بریزن، شترهامو جلوت زمین بزنم، نظر سلامتیت کنم. قول شرف بده، قول مردانه بده به من. روز آخر پدرت یزدان به کلات آمد. چرا؟ خواست حلالیت به طلب از جیران من. پشیمون شده بود پدرت، ولی تو قول بده که کاری انجام ندی که باعث سرفگندگی من و پشیمانی خودت بشه. سعی کن یزدان نباشی، خودت باشی، یاشار باش. پذیرایی کن. John who ماشین رو امشب ببر، تا
فردا بیا کارخونه برات همه چی توضیح بدم. جان الهی قربونت بره مادر، پاشو بریم، آتا میخواد با حرف بزنه. اینجوری پیشش نری ها، قشنگ برو دست صورت تو بشور. بعد الهی قربونت بره مادر، کاری میکنه به خاطر خودمونه، میخواد تو خوشبخت بشی، تایم از برگرده پیشمون، کسی بهش کاری نداشته باشه، بازم دوره هم جمع شی. باشه باشه مادر، برای چه